و برنامه بازار با من تحمینه عثمانی خوش آمدید. امارات اسلامی می‌خواهد که از زغال سنگ کشور انرژی تولید کند. معاون نخست ریاست وزرا و وزارت انرژی و آب و چندین وزارت دیگر وظیفه سپرده تا زمینه را در بخش تولید انرژی از زغال سنگ در پارک‌های صنعتی و شهرهای بزرگ افغانستان فراهم کند و سکتور خصوصی را در این باره اولویت دهند. آمارهای وزارت معادن و پترولیم نشان می‌دهد که 4 معدن بزرگ زغال سنگ در سراسر کشور وجود دارد. معاون نخست ریاست الوزراء در نشست کمیسیون اقتصادی میگوید که باید در تولید انرژی از زغال سنگ به سکتور خصوصی اولویت داده شود. ملا عبدالغنی برادر از وزارت انرژی و آب، معادن و پترولیم و وزارت صنعت و تجارت خواسته است تا کارهای خود را در تولید انرژی از زغال سنگ آغاز کنند. وزارت معادن و پترولیم میگوید که شرکت‌های خصوصی می توانند در معادن زغال سنگ کشور سرمایه گذاری کنند. ما که سر تجاره می پروشیم با سریشان شرط نمی مانیم. او کار تجاره هستند، اگر به تاجکستان می بره یا به ازبکستان می بره و یا به کدام کشور همسایه دیگه می بره. در همین حال اتاق صنایع و معادن افغانستان به این باور است که تولید انرژی از زغال سنگ می تواند کمبود انرژی مورد نیاز کارخانه های صنعتی کشور را برطرف کند. افغانستان نیاز جدی به تولید انرژی دارد، خصوصا برق زغال سنگی که معادن زیاد در کشور وجود دارد، توجیه اقتصادی دارد برای ما، و از طرف دیگر کمبود برق صنعتکارا و توسعه صنعتی ما بدون برق هم امکان پذیر نیست. زغال سنگ بهتر است، چون در سراسر افغانستان معادن زغال سنگ وجود داره. ما در هر محل میتونیم فابریکات تولید برق بسازیم و بی‌نیاز شویم از کشیدن لینهای طولانی. در حال حاضر بسیاری از کارخانه های صنعتی کشور با کمبود برق روبرو هستند و این مشکل سبب کاهش تولیدات داخلی کشور شده است. نبود برق یک چالش نیست، چندین چالش به حساب فرار میاره. یکی که تمام مردم بیکار میمونن، هر فابریکا هم کم از کم 50 نفر دارد، 100 نفر، 150 نفر، 200 نفر هر فابریکا کارگر داره نظر به حجم کارگریشان. وقتی برق نباشه نمیقدر مردم کلی بیکار میمونن. بر بنیاد اطلاعات اتاق صنایع و معادن، شمار زیادی از کارخانه های صنعتی در ولایت های مختلف افغانستان به دلیل نبود برق بسته شده و برخی از سرمایه گذاران سرمایه های خود را به بیرون از کشور انتقال دادند. آقای محمد کریم عظیمی، رئیس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل با ما هستند تا روی همین مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای عظیمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. توجه به تولید انرژی در کشور و اولویت دادن بر تولید انرژی چقدر یک اقدام مثبت است؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و بیننده های شما. انرژی برق و معزل انرژی برق متاسفانه از 20 سال به این طرف یک معزل بزرگ و چالش بزرگ برای صنایع ملی کشور به شمار میره و به فابریکات تولیدی از نوع انرژی برق، تامین انرژی برق باثبات متاسفانه رنج میبره و یک معضل است که تا 20 سال حل نشده و ما نه تنها صنایع ملی کشور ما بلکه در کل کشور ما به یک کشور وارداتی برق مبدل شده از کشورهای همسایه که گاه ناگاه ما با مشکلات برق میخوریم و سویچ برق ما با بیرون از کشور ماست که متاسفانه اگر خواستن یا پول برشان ارسال نشود یا هم بعضی ملاحظات سیاسی باشه اونجا سویچ سرای ما قطع میکنه. انرژی برق جز نیازمندی های بسیار اساسی فابریکات تولیدی شمرده میشه و در حقیقت بدون تامین انرژی برق باثبات ما نمیتوانیم که تولید بکنیم و تولید ما اگر بدون انرژی برق باثبات باشه در حقیقت رقابت کرده نمیتونه در بازار با کالای خارجی و با تولیدات خارجی. بنان از 20 سال به این طرف ما با حکومت های قبلی هم پیشنهادات را داشتیم در راستای تامین انرژی برق با ثبات و تامین انرژی برق با ثبات یگانه راه و مسیرش تولید انرژی برق در داخل کشور است. آقای عظیمی، افغانستان همونطور که شما اشاره کردین، افغانستان از ناحیه تامین انرژی تا اینجای کار با چه چالش های مواجه بوده مشخصا؟ خب در 20 سال گذشته ما دیدیم که با وصف کمک های بسیار زیاد جامعه جهانی به ما واضح شد که شاید اراده نبوده یا هم قصدن کار بنیادی صورت نگرفت تا ما در مدت 20 سال
انرژی برق خود از سرچشمه‌های داخلی که چی منابع آبی باشه یا هم از انرژی های دیگه باشه این را تامین بکنه. تا امروز با یک کشور محتاج و واردات برق نمی بودیم به این وقت و شاید این قسم یک اراده نبوده و در اصل ایالات متحده هم که حاکم بود و در اصل جامعه جهانی و بیشتر کمک ها هم از طرف اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا صورت گرفته. ما اگر یک سر بزنیم با ادارات سکتوری خصوصا به وزارت آب و برق و انرژی و آب و برق و در قسمت سروه های بندای آب و برق بسیار وقت تلف شد، بسیار پول تلف شد، تا هزار رفت و ما نتوانستیم که حداقل 1000 مگاوات انرژی مورد نیاز فعلی که حداقل میتونه ما را از نایه انرژی برق تا یک حد مرفوع بسازه ایراد تامین بکنیم. خب حالا هم سر وقت است و به حکومت جدید حکومت امارات اسلامی افغانستان یک فرصت خوب است که با کار گرفتن شیوه‌های مختلف خصوصا تصمیمی که اخیری که در کمیسیون اقتصادی گرفته شده یک گام بسیار مثبت است که برای سکتور خصوصی راه را باز کردن و در قسمت سرمایه‌گذاری روی انرژی برق تامین انرژی برق که از منابع مختلف از جمله زغال که بسیار یک چیز حیاتی است برای افغان ها زغال سنگ نگفته نمانه که از استفاده از زغال سنگ در دیگر کشورهای دنیا ممنوع قرار گرفته و در حقیقت معدنایی که در یک کشور است و به اصطلاح بنابر بعض ملحوظات خصوصا ملحوظات محیط زیستی و قوانین محیط زیستی و اجازه استفاده از زغال سنگ ندارن و یک فرصت خوب است که ما زغال سنگ موجوده که ما داریم و معدنش داریم از این یک بهره خوب برداشته شود و در قسمت تامین انرژی برق از منبع زغال سنگ که این موثر هم تمام شده در دیگر کشورها و از این ما استفاده بکنیم و انرژی مورد نیاز صنایع ملی را بله. آقای عظیمی، خب چند پیشتر همونطور که شما در جریان صحبت هایتان هم گفتین، چند پیشتر کارخانه های صنعتی بیشترشان از نبود انرژی کافی و برق کافی به خاطر تولیداتشان شکایت داشتن. همین اقدام که حالا از طرف حکومت صورت گرفته چقدر میتونه در رفع این چالش ها کمک بکنه؟ دقیقا ببینید ما در وضعیت فعلی که قرار داریم حدودا 1000 مگاوات انرژی برق تنها به صنایع ملی ما نیاز است، به فابریکات تولیدی ما، چی بخش های دیگه که رهایشی یا بخش های دیگه که اونا نیاز به تامین انرژی برق دارن شاید این مقدار به 2000 مگاوات برسه و یک فرصت خوب سرمایه گذاری است برای سکتور خصوصی و همچنان یک فرصت خوب است که حکومت بتوانه جذب کنه سرمایه های خارجی را. یعنی میال عملا سرمایه گذاری خارجی آمدن در کشور خصوصا از کشور چین، اینا دیدا و بازدیدای دارن با اتاق صنایع معدن افغانستان هم بازدیدای داشتن از آدر سکتور خصوصی با نهادهای دولتی هم و اونا آماده سرمایه گذاری هستن با حتی و انرژی سولار و آفتابی و همچنان از باد و گاز و از جمله زغال سنگ که فعلا در شرایط فعلی از لحاظ قیمت ارزانترین و موثرترین و خوبترین منبع زغال سنگ شده میتونه که هر چه زودتر هم زمینه های لازم شه که برای سرمایه‌گذاری از سوی حکومت مساعد بسازه و ما مطمئن هستیم که یک فرصت خوب است سکتور خصوصی در راستا آماده سرمایه‌گذاری است. بله، واگذاری استخراج معادن زغال سنگ بر سکتور خصوصی فکر میکنین چه کمک میتونه بر اقتصاد داخلی در افغانستان بکنه؟ خب نه تنها معادن زغال سنگ بلکه همه معادن باید به سکتور خصوصی در اختیارشان قرار بگیرد، چی سرمایه‌گذاری داخلی ماست چی خارجی است و حتی ما پیشنهادی که داریم از آدرس اتاق در معادن کشور باید ترجیح داخلی داده شود برای معادن بر سرمایه‌گذاری داخلی، یعنی یک اولویت داده شود چون منافع ملی بیشتر میره ایجاب میکنه که باید شما سرمایه‌گذاری داخلی تان حمایت بکنین تشویق بکنین و تا که سرمایه‌گذاری داخلی حمایت نشود تشویق نشود و رشد نکنه هرگز سرمایه‌گذاری خارجی هم دلبستگی پیدا نمیکنه که سرمایه‌گذاری بکنه و در معادن بزرگ ما که اوج ظرفیت های بسیار بزرگ نیاز است اوج میشه که کنسرشیوم ها یا شرکت های سهامی ساخته شود که در او مشترکاً هم سرمایه‌گذاری داخلی هم خارجی یک زمینه را دولت مساعد بسازه که اوج هم یک ترجیح داشته باشه سرمایه‌گذار داخلی و یک امر است که در سایر کشورها می مروج است و وقتی که شما اوج سرمایه‌گذاری میکنین یک فیصدی یا به اصطلاح یک سهم برای سرمایه‌گذار داخلی شان در نظر گرفته شده یک امتیاز که در پالوی از او
سرمایه‌گذار خارجی می سرمایه‌گذاری میکنه و از ظرفیت های لازمی که دارن هر دو جناح استفاده میکنن و در راستای پیشبرد پروژه های حیاتی اقتصادی او را عملی میسازه. بنان در مادن هم معین پیشنهاد داشتیم و در قسمت نزدیک از حدود 7-8 ماه به این طرف که نظام جدید حاکم شده بیشتری نواید هم از معدن کوچک و متوسط داشتن و گفتن همون حدود 8 میلیارد 9 میلیارد افغانی تقرب کرده ای اواید که به سابقه بوده در طی مدت 20 سال اگر ما ببینیم هیچ اواید وزارت معدن در این حد نبوده تا اواید سالانهشان در حالی که اواید نصف سال به این حد رسیده ای دو موضوع را روشن می سازه یکی ای که سکتور خصوصی کشور سرمایه‌گذار داخلی ما صنعتکاران ما متحد هستند در سرمایه‌گذاری بکنند و موضوع دیگه که شفافیت و همچنان از بین رفتن فساد که متاسفانه فساد به طور سیستماتیک و موریانه نظام تا 20 سال گذشته باعث سقوط نظام شد و فعلا هم اگر مسئولین ارشد امارت اسلامی افغانستان مبارزه جدی را با فساد بکنن و ما متعقن هستیم که را میکنن و از اون تجربه تلخی که حکومت های قبلی داشتن از او به حساب یک تجربه شوه در راستای تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی و زمینه عملی را برای تطبیق مساعد بسازم و مطمئن هستیم که معضل بیکاری و فقر که متاسفانه همه روز دامنگیر جامعه ما هست این را خواهد از بین ببره. توجه به سکتور خصوصی در افغانستان و در کنارش توجه بر تولید انرژی در داخل خود افغانستان، فکر میکنین چقدر ممکن است ما را به سوی افغانستان خودکفا ببره؟ بله، اگر ما میخواهیم که افغانستان خودکفا داشته باشیم و از لحاظ اقتصادی ما محتاج هیچ کشور نباشیم، پس هم عواملش باید ریشه یابی کنیم که در قدم نخست حمایت از صنعت است، از تولیدات داخلی است و ما باید تولید خود داشته باشیم. ولو اگر بیکفیت هم باشه، ولو اگر از لحاظ کمیت کم هم باشه، اگر ما حمایت بکنیم، رشد بدیم. زمانی که صنعت ما رشد بکنه، سه بخش بزرگ دیگه که امروز از این ربط داره، معدن کشور، ما اگر معدن استخراج بکنیم و در صنعت پروسس نکنیم، همه قسم صادر بکنیم، اونقدر به نفع ما نیست، باید صنعت رشد بکنه. عین شکل زراعت ما اگر مکانیزه نشه و مدرنیزه نشه و که بدون صنعت امکان پذیر نیست و همچنان تجارت و خدمات ما، ما فوکس بیشتر باید روی صادرات داشته باشیم، روی تولیدات داشته باشیم و توجه کم سر واردات داشته باشیم، مطمئنن که به خودکفایی اقتصادی ما را میرسانه و پالیسی ها و استراتژی هایی که حکومت طرح میکنه با ماهنگی و سکتور خصوصی بالخصوص اتاق صنایع معدن افغانستان در قسمت صنعت ایرا طرح بکنم، ما مطمئن هستیم که با افغانستان خودکفا و صنعتی ما نزدیک میشیم. بسیار زیاد تشکر آقای محمد کریم عظیمی، رئیس اجرایوی اتاق صنایع و معدن کابل، از حضورتان در برنامه. تشکر.